شب و روزتان خوش در هر کجای این کره خاکی که هستید. من احمد رفعت هستم و برنامه این هفته را نیز با نگاهی به چند خبر آغاز می‌کنیم. هموس سول، یک رستوران اسرائیلی در شهر کفار ویتگین به عرب‌ها و اسرائیلی‌هایی که بر سر یک میز برای صرف نهار یا شام بنشینند و با هم صحبت کنند، 50% تخفیف می‌دهد. جالب این است که بسیاری از شهروندان این شهر از این ابتکار استقبال کردند. در برگه تبلیغاتی این رستوران نوشته شده است: از عرب‌ها واهمه دارید؟ از اسرائیلی‌ها می‌ترسید؟ با هم حمص بخورید تا ترستان بریزد. اعتراض بانکیمون و گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعدام نوجوانان در ایران. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه ایران را به نقض موازین حقوق بشر متهم کرد و خواستار حذف مجازات اعدام شد. بانکیمون از اعدام دو مجرم نوجوان فاطمه سالبهی و صمد زهابی در هفته گذشته در ایران انتقاد کرد و گفت قوانین بین المللی اجرای حکم اعدام برای مجرمان زیر 18 سال را ممنوع می کند. دبیر کل سازمان ملل متحد تعداد مجرمان اعدام شده در ایران در سال جاری میلادی را بی سابقه دانست و در این بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شد. سه گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه اشاره می کنند که در جریان دادگاه فرجام فاطمه سالبهی ایرادات قانونی فراوانی وجود داشته و هشدار می دهند که اعدام او نقض آشکار قوانین بین المللی است که صدور مجازات مرگ برای مجرمین زیر 18 سال را ممنوع کرده است. در بیانیه مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعدام صمد زهابی نیز محکوم شده است. صمد زهابی در مارس 2013 و زمانی که فقط 17 سال داشت به اتهام قتل چوپان همکارش به مرگ محکوم شد. احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران میگوید این دو مورد نمونه های دردناک افزایش تعداد اعدام ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است. کریستوف هاینز، کارشناس اعدام‌های بدون محاکمه، می‌گوید این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن آن جای تردید فراوانی است، نقض سریع منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است. دوبرافکا سیمونوویچ، گزارشگر سازمان ملل متحد در زمینه خشونت علیه زنان، از عدم توجه دادگاه به زندگی فاطمه سالبهی و شرایطی که قتل در آن اتفاق افتاده است انتقاد می کند. بازداشت بیش از 40 عرب اهوازی به مناسبت ماه محرم. بنا به گزارش فعالان حقوق بشر اهواز، اداره اطلاعات شوش و اهواز در روزهای گذشته بیش از 40 نفر از فعالان عرب سنی را در مناطق مختلف دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کرده است. آزمایش موشک ایران در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گرفت. 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد را در جریان آزمایش موشکی اخیر جمهوری اسلامی قرار دادند. این کشورها در نامه خواستار انجام تحقیقات از سوی این کمیته و دست زدن به اقدامی مناسب در برابر آنچه که نقض جدی تحریم‌ها خواندند شده‌اند. این درخواست به وسیله آمریکا و به نمایندگی از طرف این 4 کشور به کمیته نظارت بر تحریم‌های ایران در سازمان ملل متحد ارسال شده است. حسین دهقان، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، 19 مهر ماه از آزمایش موفقیت آمیز یک موشک نسل جدید زمین به زمین به نام اماد خبر داده بود. اعتراض گسترده
در مقابل زندان اوین. 25 مهر ماه حدود 500 نفر در اعتراض به وضعیت زندانی عقیدتی محمد علی طاهری و همچنین دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی زیر باران شدیدی دست به اعتراضی خاموش زدند. از جمله شرکت کنندگان می توان به دکتر محمد ملکی رئیس سابق دانشگاه تهران اشاره کرد. سلام بچه‌ها. سلام. 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 حالتون چطور؟ سلام. سلام. جناب سروان سلام. سلام. درود باشه. چرا شما رو میبرن بالا؟ بچه ها همینجا وایسید دیگه. بچه ها نرین. بچه ها نرین. نرین. چرا دارن جمع میکنن؟ سلام. شما از کجا اومدین؟ من از بابل. از بابل. شما 11 سال ما درگیر پرونده مالی هستیم. بارون میاد. خب میز شدید شما. ما مادم ها نگران این آقایون افتادی برن سوی خود اینا برن سوی خود بفرمید. بفرمید. برید نرم نرم برید ما به سمت پل. جالبه که امروز از همیشه شلوغ‌تر شد. آره توی این بارون بچه ها سریع برید. پول آزادی و سرنم بگیرم نه سریع نه بیریم تا بیت رهبری. برید بچه ها بیریم تا بیت رهبری. آره بریم 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 آقای دکتر کو اینجا آقای دکتر بریم میخوایم بریم تا بیت رهبری همینجوری نرم نرم بریم 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 ما امروز کیس خوردیم که تا بیشتر روش کنیم. بله 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 بفرمایید. آی دکتر دیر اومدی امروز. من شمال بودم. من شمال خودم رو ماشاءالله. برای آقای زینالی چه آرزویی میکنی؟ آرزوی پیروزی، آرزوی موفقیت و آرزوی آزادی.
وای کیش ازت پشت تلفن میدم دیگه. بریم بچه ها. بریم. کاندیدای اسرائیل برای اسکار یک فیلم به زبان فارسی است. بابا جون به کارگردانی یووال دلشاد نماینده کشور اسرائیل برای اسکار آینده است. بابا جون به زبان فارسی در اسرائیل و با شرکت نوید نگهبان، دیوید دیان، عبود صفوی و فرج الیاسی فیلم برداری شده است. یووال دلشاد که در اسرائیل از خانواده ایرانی تبار زاده شده است، به نوعی خاطرات زندگی خود و خانواده‌اش را پس از مهاجرت به اسرائیل روایت می کند. بابا جون توانست 5 جایزه اوفیر یا اسکار اسرائیل را نیز از آن خود سازد. یکی از این جوایز به موسیقی فیلم تعلق گرفت که کاری از سعید مانی است. مثل دریا میشه همین روزا سرود آزادی برات میخونه همین روزا شعله عشقم غمو میسوزونه شکوفه زار بودنت بار گلم خزونه نسیم تو بهار میرسیم.
مثل دریاش همین روزا سرود آزادی برات میخونم همین روزا شده عشقم غم و میسوزون شکوف زار بودنت باقه دلم خزون نسیم تو تو هوا بهار میرسون در جریان دیدار تیم والیبال شهرداری ارومیه با تیم والیبال بانک سرمایه گروهی از هواداران تیم ارومیه پس از شعارهای مبتنی بر حق آموزش به زبان مادری و برای نجات دریاچه ارومیه شعار مرگ بر فارس را سر دادند. ما در رابطه با این ویدیو و عواقب آن با یکی از میهمانان برنامه گفتگو خواهیم داشت. در رابطه با آخرین خبر و ویدیویی که پخش کردیم، ویدیوی شعارهایی که در جریان بازی فوتبال تیم شهرداری ارومیه و بانک سرمایه داده شد، سری به کلن میزنیم تا با سیروس ملکوتی کنشگر مدنی و همکارم در این شبکه صحبت کنیم. آقای ملکوتی خوش اومدید. شما هم ویدیو رو دیدید و شعار مرگ بر فارسی هم که گروهی از حاضران میدادند شنیدید. این چنین شعارهای بدون شک به اون همبستگی که برای مبارزه با نظام تمامیت‌خواه حاکم بر ایران لازمه لطمه میزنه. مبارزه با نقض حقوق گروه‌های اتنیکی از سوی حکومت و تلاش برای دستیابی به سیستمی دموکراتیک که حقوق گروه‌های اتنیکی مختلفی رو که در ایران هستند به رسمیت بشناسه و بهشون احترام بذاره با شعارهای این چنینی فکر نمی‌کنم که به دست بیاد، بلکه مشکل‌تر هم میشه این مبارزه. من همچنین همین گونه می‌اندیشم. منم فکر می‌کنم که این نوع شیوه از برخورد و اگر بخوایم نامش رو مبارزه بنامیم، جز اینکه در واقع تصویر همگونی با خود شوونیسم حاکم در انسان ستیزی و در همستیزی رو در واقع تصویر بکنه، کاری دیگری نمی کنه. این که این گروه آیا به صورت خودجوشانه به چنین شعارهایی دست یافتند، شعارهایی مطرح کردند یا نوعی از مدیریت آشکار و پنهان در پس چنین بیاناتی وجود داره، موضوع دیگری در جای دیگر باید صحبت کرد. اما من همه این گونه در واقع ابراز هیجانات انسانی، ابراز نوعی از دادخواهی های وارونه میتونم این گونه مطرح بکنم، وارونه و معیوب به این معنا که مبارزه بر علیه تبعیض و آپارتایدی که در جامعه ایران در اشکال مختلف خودش وجود داره یک منبع تولید مشخص داره و منبع تولید مشخص آن همانا طی تمامی این سالها قدرت سیاسی بود، نه فقط در ایران، در هر جامعه بشری اگر بنگرید میبینید که گروهی سوداگر و گروه مشخص تمرکز یافته قدرت در این یا آن جای جهان آپارتاید رو باز تولید میکنن و هرگاه
مبارزه بر علیه آپارتاید خودش رو از سمت و سوی این قدرت تمرکزی یافته به سوی مردمی که به نام آن قدرت خودش رو برپا کرده کشانیده شده، مبارزه جهتش به انحراف کشیده شده و تنها سودش آیده در واقع همون نظام های قدرتمند و تولید کننده آپارتاید و شوونیسم بوده. خب جامعه ایران یک موزاییکی است که در اون پیروان مذاهب مختلف، گروه‌های اتنیکی متفاوت، هر کدوم با زبان و فرهنگ خودشون در کنار هم زندگی میکنن. شاید بهتر بگوییم که از سلطه نظام حاکم کنونی در کنار هم رنج میبرن. شرط سختی است که علاوه بر ستم مشترکی که بر همه شهروندان وارد میشه، بر بخشی از شهروندان ایرانی، اونهایی که مذهب و یا قومیتشون متفاوته، خب ستمی چند برابر وارد میشه. با این وجود این چنین رفتارها بسیار خطرناکن، چون میتونن به جنگهای قومی دامن بزنن. من در ماهای قبل از آغاز جنگ در یوگسلاوی و در تمام طول جنگ عمده وقتم رو به عنوان روزنامه‌نگار در این کشور یا در این منطقه میگذروندم و به خاطر دارم که چند هفته قبل از اینکه جنگ واقعی شروع بشه، در جریان یک مسابقه فوتبال بین تیمی از صربستان و تیمی از کرواسی، به جای شعارهای ورزشی و تشویق، کار به دادن شعارهای سیاسی و قومی و نفرت قومی داده شد. چند هفته بعدم جنگ واقعی شروع شد. با توجه به اینکه در بخشی از آذربایجان غربی، استان آذربایجان غربی، شهرهای کردنشین هستند یا برخی شهرها ترک‌ها و کردها در کنار هم زندگی می‌کنند، آیا خطری نیست که این شعارهای مرگبر گسترش پیدا کنه؟ همین احتمالش هست. ما شاهدیم که در جریان حتی نوع سیاست گزینی در خود ترکیه که ربط چندانی به جامعه ایران و دادخواهی جامعه ایرانی نداره، اما به دلیل گرایشاتی به طرف سیاست‌های یک سو به طرف سیاست در واقع پان‌ترکیسم در ترکیه، از یک سو دیگه به حمایت از کردهای ما، به حمایت از کردهای ترکیه، ما دیدیم که این تضاد چگونه خودشو در واقع رسانه‌های جمعی تصویر می‌کنه در مرخایی هم دیگه. میتونه طبعا میتونه این ابعاد اینچنینی رو هم به خودش بگیره. من میخوام شما رو متوجه یک نکته بکنم و یک خطری بکنم که جامعه رو در بر داره، در بر گرفته. آنجایی که بیان دادخواهی خودش رو در قالب یک مدیریت مبارزاتی و سیاسی قرار میده، دارای یک نظم مشخص است. شما نگاه کنین به کردستان ایران، با تمام اینکه جهاد بر علیه این خلقی ملیت فرمان داده شد و جهاد به اجرا در آمد، تمام کردستان به خون کشیده شد، ارتش، تانک، هواپیما، بمب و گلوله و رگبار و فرمان مرگ رو بر کردستان حادث ساخت، اما شعار مرگ بر فارس در آنجا داده نشد و نیاورده شد، به این مسیر نرسیدن. چرا؟ چون مدیریت سیاسی داشت، مدیریت مبارزاتی داشت. این مدیریت مبارزاتی در مقابل این فشار، در مقابل این حمله و این توحش، شعار همگرایی با همه ایرانیان، اعم از فارس، ترک، کرد، بلوچ و غیره رو در برای یک همایش ممکن در ستیز با جهالت حاکم و قدرت سیاسی حاکم مطرح میکنه. یعنی دارای یک مدیریت سیاسی است. آنجایی که ما مدیریت سیاسی نداریم، طبعا مدیریت های پنهان و آشکار میتوانند از فغان، از درد مردمی سوء استفاده کنند، آنها را با مدیریت های پنهان خود به سوی سوق بدن که مبارزه و سمت سوی مبارزه تغییر پیدا کنه. امروز با شعاری که در ورزشگاه ارومیه داده شد، این خطر وجود دارد که سمت سوی مبارزه از برخورد به یک نظام سیاسی
توتالیته در ایران به سوی مردم کشانیده بشه و جنگ داخلی رو دامن بزنه، همان چیزی که در واقع نظام جمهوری اسلامی در جستجوی آن است، یا شاید مدیریت‌های سیاسی خارج از مرزهای جغرافیایی و سیاسی ایران در انتظارش هستند. بنابراین متوجه میشیم که چقدر این مدیریت سیاسی میتونه نقش آفرینی بکنه و نمیبایست بهایی به این هیجانات، بهای در واقع ارزش گذاری سازانه به این شعارها و به این گونه از در واقع اظهارات داد، بلکه باید اونها رو کاملا به نقد کشید. شما آقای ملکوتی در جریان صحبتاتون اشاره کردید که این چنین شعارهایی به نفع جمهوری اسلامی ایرانه و یک مدیریت پنهانی هم میتونه داشته باشه. فکر نمی کنید از اونجا که جمهوری اسلامی ایران بیش از دیگران میتونه از این شعارها منفعت ببره و ازش استفاده و سوء استفاده بکنه، اصولا جناحایی از رژیم پشت این داستان باشند و بخوان منحرف کنن مبارزه علیه دولت مرکزگرای کنونی رو به مبارزه بین اقوام مختلف و بین مردم، یعنی به جای اینکه مردم با حکومت مبارزه کنن به همدیگه پرخاش کنن و نفرت پراکنی کنن؟ من این احتمال رو بسیار زیاد میدونم و در ضمن این رو هم باید بگم همه آنهایی که در این استودیو یا اصولا هموطنان ترک زبان ما و ترک ما، آذری ما، هر گونه که بخوایم بنامیم، مخالفت خودشون رو بیان میکنن به معنای نیست که زیر سیطره در واقع آن مدیریت جمهوری اسلامی هستن. بسیاری از اینها در واقع خودجوشانه در این صحنه حضور پیدا میکنن و از یک درد تاریخی مشخص خودشون رو در یک لحظه هیجان انگیز ادا و بیان میکنن. اما همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، من هم بهش به نوعی باور دارم، میتواند این شعارها و این هیجانات وسیله و ابزاری بشه برای قدرت سیاسی متمرکز، برای اینکه خودشو بتونه از فروپاشی نجات بده، خودشو از تقابلی که در جامعه وجود داره رها بکنه و این تقابل رو به سوی خود مردم و مردم بکشونه. و این تنها نمونه هم نیست در تاریخ معاصر سیاسی جهان، شما نمونه دیگری رو مثال زدین، نمونه های بسیاری هم از این وجود داره. ایران به دلیل رنگین کمان بودن فرهنگی و اتنیکی خود از یک سو و به دلیل تبعیض بیدلیلی که وجود داره، همیشه در میتونه با یک جرقه این فضاسازی نیز فراهم بشه و این جنگ رو و این مبارزه رو از تقابل با نظام شوونیستی و خودکامه و توتالیته به سوی مردم و مردم بکشونه. با سپاس از همراهیتون. با سپاس از شما. در هفته گذشته علی خامنه‌ای نامه‌ای به حسن روحانی نوشت برای اجرای برجام یا توافق هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران و شرط و شروطی در این نامه گذاشت. برخی این شرط و شروط و نوعی مخالفت با برجام میدونن و چوبی که لای چرخ دولت آقای روحانی گذاشته شده برای اینکه نتونه اونو عمل کنه و به تعهداتی که در وین پذیرفته عمل بکنه. گروه دیگری هم معتقدند که نه، این نامه فقط مصرف داخلی داره و آقای خامنه‌ای میخواد به این صورت به اون بخش از جناحی یا نمایندگان مجلس که مخالف برجام هستند اونها را هم با خودش داشته باشه و به هیچ وجه در مسائل اجرایی تأثیری نخواهد گذاشت. ما برای اینکه در این رابطه بیشتر بدانیم سری به گلاسکو میزنیم تا با آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر بین‌المللی صحبت کنیم. آقای تقی‌زاده خوش اومدید. نظر شما در مورد این نامه چیه؟ در تضاد با اون چی که جمهوری اسلامی مدعیش است، یعنی جمهوری اسلامی مدعی داشتن یک حکومت قانونمنده، در حالی که در ابتدای همین سند که به اصطلاح از اون عنوان سند تاریخی اصولگراها یاد کردن، ایشون اعلام میکنه که بعد از تصویب مجلس و طی مراحل قانونی منتظر اظهار نظر من بوده.
یعنی من هستم که حرف آخر رو میزنم و اگر حرف من ناقض همه این مراحلی است که ایشون مدعی قانونمند بودنش هست، اونها کلم یکان خواهند بود. واقعا غیر از دادن اطلاق حکومت فردی به انتشار سندی از این دست، چه نام دیگری میشه داد؟ یک استنباط این است آقای رفعت که دولت این کاری رو که حالا داره انجام میده ادامه بده و آقای خامنه ای هم حرفای خودشو بزنه. بنابراین مفهوم این خواهد بود که هرچی ایشون میخواد بگه ما هم هر کاری که لازم هست انجام میدیم. اون چی که در متن گفته های یا این سند 9 ماده‌ای تازه که از سوی آقای خامنه ای یا به اسم او منتشر شده برمیاد، مفهوم ساده با دست پیش کشیدن و با پا پس زدنه. اگر قرار باشه نکات منفی مندرج در این سند رو دولت اجرایی بکنه، بدون تردید اجرای فرجام امکان پذیر نخواهد بود، بدون تردید لغو تحریم ها امکان پذیر نخواهد بود، بدون تردید انجام تعهداتی که جمهوری اسلامی برای رفع ابهام در مورد گذشته اتمیش قبول کرده امکان پذیر نخواهد بود و یک بهانه بزرگ به دست نظامی ها خواهد داد تا در مناقشات آینده درون حاکمیت دولت رو زیر فشار قرار بدن و چوب لای چرخ همه اقداماتی بگذارن که دولت حسن روحانی یا میل داره یا قصد داره یا اعلام کرده در جهت رفع مشکلات اقتصادی میخواد به موقع اجرا بگذاره. ولی اگر بخوایم نکات مثبت این متن رو بگیریم، درست همون چیزی که در برجام گنجانده شده، این آینده است که نشون میده آیا واقعا جمهوری اسلامی به سمت و سوی خواهد رفت که نظامی ها میخوان و آقای خامنه ای مطابق همین سند بیشتر به سمت اونها متمایل شده، یا تعهداتی که دولت همین حکومت همین حاکمیت پذیرفته و مطابق اون قبول کرده به سمت سوی بره که در تعهدات مندرج در برجام هست. بنابراین یا باید نامه آقای خامنه‌ای رو به عنوان موضوعی برای خرج داخلی و تبلیغاتی برای راضی کردن اصولگرایان دونست، یا واقعا یک چوب بزرگ در چرخ دولت برای متوقف کردن تعهداتی که در برجام پذیرفته. البته خب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم در پایان کار کمیسیون برجام مجلس گفت این پرونده پرونده رهبری است. حق با شماست، این تایید همین موضوعی است که من در ابتدای بحثم گفتم. یک حکومت فردی که رئیس اون تصمیم میگیره چه تصمیمات عالیه ای رو در اختیار خودش بگیره و بخشی از تصمیمات جزئی رو هم واگذار بکنه به بخش های دیگری که زیر مجموعه او هستن، من جمله دولت که زیر مجموعه اوست. ایجاد ارتباط با آمریکا حوزه اختیارات آقای خامنه ایست، پرونده اتمی حوزه اختیارات آقای خامنه ایست. مطابق همین مصوبه ای که به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی از اون یاد میکنن، عملا انتخاب رؤسای هر سه قوه حتی رئیس جمهور هم عملا با آقای خامنه ای سورو تنفیذ میکنه و از صافی شورای نگهبانی قبلا میگذرونه و گروه استصوابیون که خود او انتخاب کرده یا اکثریت اونها با نظر او انتخاب شدن. واقعا چه بخشی از این حکومت موکول به رأی مردم و یا حتی نظام اداری است که در درون خودش ایجاد شده؟ همین که رئیس مجلس رئیس قوه قانونگذاری اعلام میکنه که تصمیم گیری در این مورد با ما نیست، یعنی از خودش سلب اختیار میکنه، در حالی که حتی در زمان خمینی گفته میشد مجلس در رأس امور قرار داره. حتی اگر به صورت ظاهری هم خمینی چنین سخنی رو میگفت، الان دیگه این شهامت نزد حتی قانونگذاران هم وجود نداره. آقای خامنه‌ای در این نامه از آمریکا و اروپا میخواد که تعهد کتبی بدند که تحریم ها رو برخواهند داشت. البته قبل از اینکه این نامه رو بنویسند، اتحادیه اروپا تصویب کرد برداشتن این تحریم ها رو و آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دستور داد که بلافاصله بعد از اینکه به مرحله برداشتن تحریم ها رسیدیم، این تحریم ها رو بردارند. بنابراین خواست آقای خامنه ای یه مقدار عجیب به نظر نمیاد؟ آقای خامنه ای در این سند در حقیقت نقض غرض میکنه. شما به درستی گفتید که در روز اجرای شدن برجام به صورت رسمی مطابق تصمیم از پیش گرفته شده،
هم جامعه اروپا هم آمریکا اعلام کردن کتبی که روز آغاز لغو تحریم هاست، ولی آغاز لغو تحریم ها که همزمان است با آغاز اجرای تعهدات ایران یک پیش شرط کاملا روشن داره که این ناقض حرفای آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای که قبلا اعلام کرده بود توافق اتمی نتیجه مذاکرات نیست، در ضمن مذاکرات باید ما به نتایج اون من جمله لغو تحریم ها برسیم، در حالی که مطابق برجام با وجود اعلام رفع تحریم ها که به هر حال اونها موردی هست و تدریجی صورت میگیره، آغاز لغو تحریم ها تنها موکول به اتمام تعهدات ایران میشه. بنابراین این چیزی که آقای خامنه‌ای میگه به زور به ظاهر تأمین شده، یعنی هر دو طرف پیش از اینکه ایشون خواستار اون بشه دو سند رو منتشر کردن و گفتن که ما تحریم ها رو لغو میکنیم، ولی به صورت مشروط، و این شرطی است که آقای خامنه‌ای قایم میکنه برای اینکه حفظ وجهه بکنه، برای اینکه بگه حرف گذشته من هم رعایت شده، بگه که حرف من فقط باد هوا نیست، در حالی که در عمل هیچ کدام از تحریم ها برخلاف گفته آقای خامنه‌ای لغو نخواهد شد. لغو تحریم ها نتیجه توافق اتمی نیست، ببخشید، در جریان توافق اتمی صورت نمیگیره، نتیجه اجرای توافق اتمی است، و زمانی که حتی تحریم ها میتونن آغاز بشن در موردش هنوز اتفاق نظر وجود نداره. دولت روحانی که مجری برجام هست مدعی است که میتونه تا حوالی اسفند همه این شرایط مندرج در برجام رو، تعهداتی که ایران پذیرفته رو اجرایی بکنه، در حالی که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش بینیش این است که این کار تا بهار سال آینده مسیحی صورت نمیگیره. بنابراین زمانی تحریم‌ها لغو خواهد شد که آژانس بیانیه رسمی بده و بگه رضایت کامل داره از انجام مجموعه تعهداتی که جمهوری اسلامی بر اساس برجام پذیرفته و نه بر اساس خواسته آقای علی خامنه‌ای. در بخش دیگری از نامه علی خامنه‌ای اشاره میکنه که در آینده اگر اروپا یا آمریکا تحریم‌هایی را در رابطه با نقض حقوق بشر و یا حمایت جمهوری اسلامی ایران از تروریسم وضع بکنند، دولت باید بلافاصله جلوی اجرای برجام را بگیره. این در حالی است که در توافق 5 به علاوه 1 با ایران خیلی سریع نوشته شده که تنها تحریم‌هایی برداشته میشن که در رابطه با پرونده هسته‌ای باشن. در بند سند 9 ماده‌ای تناقض دیده میشه، تناقضی که درست مفهوم با دست پیش کشیدن و با پا پس زدن هست. این هم یکی از موارد مورد اشاره است. یکی این که همونطور که اشاره کردم لغو تحریم ها موکول به تکمیل تعهدات ایرانه. تکمیل تعهدات انتظار میره بین 3 ماه تا 6 ماه طول بکشه. در فاصله 3 ماه تا 6 ماه خیلی بعید به نظر میرسه که تحریم خاصی علیه ایران به موقع اجرا گذاشته بشه، ولی در همین برجام گفته شده، توافق شده که تحریم های برداشته شده تنها در ارتباط با فعالیت های اتمی ایرانه. تعهدات دیگری که مربوط به فعالیت های تسلیحاتی هست یا در نتیجه اقدامات تروریستی تصویب شده یا خواهد شد، مستثنا از شمول لغو تحریم هایی است که مرتبط با برنامه های اتمی جمهوری اسلامی است، مگر اینکه آقای خامنه‌ای قصد داشته باشه در طول این 3-4 ماه که دولت مشغول انجام تعهدات خواهد شد اقدامات تازه‌ای صورت بده. به نظر من این بخش از بخش‌های بسیار خنده‌دار سند 9 ماده‌ای است که آقای خامنه‌ای منتشر کرده به عنوان فرمان به دولت و به هیچ وجه نمیتونه زمینه اجرایی داشته باشه. آقای جان کری به این پرسش پاسخ روشن داده و به نوعی از کنار این حرف گذشته با این گفته که ما از این حرفا قبلا هم شنیدیم. در همین نامه آقای خامنه‌ای میگوید که آغاز روند اجرای تعهداتی که جمهوری اسلامی ایران بر پایه برجام به عهده گرفته باید موکول بشه به بعد از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش خودش رو در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای گذشته جمهوری اسلامی منتشر ساخت. گفته میشه که این گزارش 15 دسامبر باید انتشار پیدا کنه. خب گذشت از این که این هم باز یک تضادی است بین صحبت‌های آقای خامنه‌ای و خواستاشون و آنچه در برجام اومده، ولی در هر صورت
این مسئله برداشتن تحریم ها رو به نوعی به عقب میندازه، برای اینکه خب مدتی برای اینکه ایران به تعهداتش عمل کنه وقت لازمه، و اگر تا 15 دسامبر کاری انجام نده خب تا آخر سال نه بلکه تا آخر بهار شاید تحریم ها برداشته بشن. بدون شک این چوب بزرگی است که در صورت اجرایی شدن آقای خامنه ای میتونه در چرخ اجرای برجام بگذاره. همونطور که شما به درستی گفتید، روز 15 ماه سال جاری مسیحی، ماه سپتامبر، روزی است که آمانو یک گزارش نهایی از برنامه‌های اتمی به آژانس ارائه میکنه. این گزارش مرتبط مستقیما با ابعاد فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی. این بخشی از گزارشی است که تکمیل تعهدات ایران رو میتونه منعکس بکنه. اگر تا اون زمان جمهوری اسلامی در مورد کاهش 10,000 کیلوگرم ذخیره اورانیوم با غلظت 3.5% و رسوندن اون به میزان 300 کیلوگرم اقدامی صورت نداده باشه، اگر راکتور عراق کوره اصلیش از محل کنونی خارج نشده باشه و جای اون با بتون پر نشده باشه، اگر فعالیت های فردو عملا تعطیل نشده باشه که بخشی از تعهدات ایران هست، یقینا همونطور که شما هم گفتید اجرای برجام تکمیل نخواهد شد. و اگر دولت جمهوری اسلامی بخواد اجرای این اقدامات رو موکول بکنه به زمان اعلام آژانس در مورد پایان یافتن پرونده مربوط به ابعاد داشتن فعالیت های نظامی مشکوک، و این رو بخواد اون موقع اجرا بکنه، ممکنه 3 ماه دیگه وقت بخواد و حداقل از زمان اجرای برجام تا تکمیل تعهدات 6 یا 7 ماه جمهوری اسلامی وقتی رو از بین خواهد برد که عملا به زیان اقتصاد ایران. خود جمهوری اسلامی و عوامل اون دستکاران این مذاکرات اعلام میکنن که هر روز بابت تأخیر در اجرای برجام ایران 150 میلیون دلار زیان اقتصادی تحمل میکنه. آیا واقعا ارزش وجود داره از دید علی خامنه ای که با کش دادن این موضوع سر بهانه هایی که کمترین منطقی در اون نیست، اقتصاد در حال ورشکستگی ایران رو از حالت رکود کنونی به وضعیت بحرانی انتقال بده؟ نامه آقای خامنه ای با انتقاد و تهدید باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا آغاز میشه و در خاتمه هم ایشون از دولت حسن روحانی میخواند که در خاتمه این نامه البته که با برداشته شدن تحریم ها کالاهای مصرفی از آمریکا وارد نکنند. چرا آقای خامنه ای این همه از گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با آمریکا واهمه داره؟ این باز همون حوزه است که قبلا هم در موردش بحث کردیم، اختیارات شخص علی خامنه ای که دولت در اینجا کمترین اختیاری نداره. دولتی که حتی در اداره سیاست خارجیش در منطقه هم این اختیارات رو واگذار به زیر مجموعه های علی خامنه ای کرده، من جمله سیاست خارجی در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان و غیره. بنابراین این دولت نیست که بخواد یا بتونه در این حوزه اقدام خاصی انجام بده و مناسبات رو بدون اجازه علی خامنه ای با آمریکا آزاد بکنه یا متعادل بکنه، چون این اتفاقی یقینا نخواهد افتاد. ولی اون چی که علی خامنه ای اصرار میکنه به نوعی تحبیب نظامی هاست، به نوعی دادن قوت قلب به اون هاست و به نوعی شکست سیاست خارجی آقای اوباماست که اشاره میکرد با رسیدن به توافق اتمی با جمهوری اسلامی مسیر متعادل شدن حکومت جمهوری اسلامی رو داره هموار میکنه و انتظار تغییر این حکومت رو داره. این به نوعی زدن سیلی به صورت سیاست خارجی آمریکا توسط حکومتی است که دولت آمریکا با داخل شدن به مذاکرات اتمی با اون به نوعی مشروعیت بخشیده. اشاره کردید شما به وضعیت بحرانی در منطقه. خب حملات فعلا لفظی ایران و پادشاهی عربستان شدت گرفتن، جنگ های نیابتیشون هم چه در سوریه چه در یمن ادامه داره بنون و شاید هم در عراق به صورتی. آیا واقعا خطر این هست که یک رودرروی مستقیم نظامی بین ایران و پادشاهی عربستان صورت بگیره؟ شاید در وضعیت موجود مقداری
اغراق‌گویی باشه. اگر بگیم که جمهوری اسلامی و عربستان در شرف یک درگیری نظامی مستقیم هستند، ولی بخصوص در جبهه یمن که جنگ نیابتی صورت میگیره و به نوعی هم جمهوری اسلامی و هم عربستان داخل هستند و همینطور در مناطق دیگه آبهای خلیج فارس، امکان برخورد تصادفی وجود داره. و اگر این امکان برخورد تصادفی به تلافی جویی بیانجامه، نمیشه درگیری مستقیم بین جمهوری اسلامی و عربستان رو کاملا منتفی دونست. و اگر چنین اتفاقی بیفته، یقینا قدرت‌های فرامنطقه‌ای در این درگیری داخل خواهند شد، من جمله آمریکا. روسیه فاقد این بضاعته و فاقد چنین سیاستی هست که در صورت درگیر شدن جمهوری اسلامی با قدرت‌های خارجی در کنار جمهوری اسلامی قرار بگیره و همونطور که عرض کردم بضاعت این کار رو هم برای جنگ‌های غیر متعارفی یا متعارفی نداره، نیرویی نداره که بتونه در کنار جمهوری اسلامی خودش قرار بده. و در این وضعیت شرایطی که جمهوری اسلامی از نظر امنیتی برای خودش ایجاد میکنه بسیار خطرناک خواهد بود. قابلیت‌های نظامی که ایران الان در نتیجه اهمال جمهوری اسلامی داره بیشتر به پیاده نظام و قدرت موشکی متکی است. پیاده نظام ایران با توجه به آب‌های خلیج فارس عملا قادر به نزدیک شدن به خاک عربستان نیستن، چنان که پیاده نظام سعودی ها هم قادر به آمدن به خاک ایران نیستن. بنابراین یک ظرفیت موشکی در اختیار جمهوری اسلامی باقی میمونه که فاقد کلاهک های کشتار جمعی است و ظرفیت نیروی هوایی عربستان که بسیار نیروی هوایی پیشرفته و مدرنی است. بنابراین اون چیزی که باقی میمونه فقط زدن لطمه اقتصادی است به دو طرف، چیزی که ما در طول جنگ ایران عراق شاهد بودیم و هم عراق و هم ایران بخش بزرگی از ساختارهای اقتصادیشون در نتیجه این درگیری از بین رفت. کسی مدعی و یا متصرف خاک در انتها نشد، چنین اتفاقی شاید بین ایران و عربستان هم پیش نیاد، ولی تخریب محتمل اون تنها نتیجه متصوره. در اواسط تابستان قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس سفری به مسکو کرد و با ولادیمیر پوتین ملاقات داشت. در خاتمه این ملاقات اعلام شد که کمیته 4+1 برای مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات نظامی تشکیل شد. کمیته‌ای که علاوه بر ایران و روسیه، سوریه، عراق و حزب الله لبنان رو هم در بر می‌گیره. چند روزی بعد از اعلام تشکیل این کمیته، روسیه تصمیم می‌گیره که جنگنده‌هاش رو به سوریه بفرسته و مواضع مخالفان اسد، حالا چه داعشی چه غیر داعشی، رو بمباران کنه. ایران هم گفته میشه که تعدادی پیاده نظام یا از پاکستان یا از افغانستان یا از عراق، از حزب الله لبنان و از خود ایران هم فرماندهانی از سپاه رو به سوریه فرستاده تا یک جنگ زمینی رو آغاز کنند. این در کنار هم قرار گرفتن فدراسیون روسیه و جمهوری اسلامی ایران چه عواقبی میتونه در منطقه داشته باشه؟ باید ببینیم واقعا چنین جنگ فرضی میتونه منافع ملی روسیه رو تامین بکنه یا خیر. روسیه کشوری است که اقتصادش متکی به صادرات گاز و نفته. اگر چنین درگیری نظامی پیش بیاد که یقینا در اون نمیشه انتظار داشت نیروهای اتمی به کار گرفته بشن، حتی اگر روسیه چنین امکاناتی رو، چنین بضاعت و ظرفیت نظامی رو در اختیار داشته باشه، آیا منافع روسیه ایجاب خواهد کرد که وارد یک درگیری نظامی بزرگتر بشه با غرب در حالی که نیروهای دو طرف کاملا نامتوازن هستند؟ روسیه از نیروی دریایی بسیار کهنه و قدیمی و فاقد ظرفیت برخورداره. نیروی هوایی روسیه موکول به هواپیماهایی هستند با تکنولوژی بسیار قدیمی. گول این حرف رو نباید خورد که الان هواپیماهای سوخو یا میگ روسی در سوریه یا 35 فروند اونها فعالیت میکنند. داعش فاقد ظرفیت دفاع ضد هوایی است، یا گروه النصره حتی توپ ضد هوایی هم در اختیار نداره. بنابراین در یک آسمان گسترده بدون دفاع اینها پرواز میکنن، بمب‌های خودشون رو میریزن و برمیگردن، ولی درگیر شدن با یک نیروی هوایی مجهز و پیشرفته که نمونه های اون در اختیار حتی کشورهای منطقه‌ای هم قرار میگیره، مثل عربستان سعودی، امارات و کویت و غیره،
برای نیروی هوایی نسبتا عقب مانده روسیه کار آسونی نیست، باید برای این کار هزینه بسیار بسیار سنگین و زیادی رو پرداخت بکنن. ضمناً امکانات لوجستیکی هم روسیه برای تقویت چنین جنگی در اختیار نداره، با توجه به نزدیک به 1500 کیلومتر فاصله روسیه با میدانهای احتمالی درگیری دو کشور. بنابراین اونچه که شما اینجا مطرح شد به عنوان زمین سازی یک درگیری بزرگتر یا قرار گرفتن در کنار ایران به هیچ وجه نظر من مطرح نیست، ولی با این اقدامات روسیه میتونه جمهوری اسلامی رو بیش از گذشته به عنوان یک دنباله، به عنوان یک پیرو، به عنوان یک عروسک منطقه‌ای به دنبال خودش بکشه و جمهوری اسلامی رو متکی و متصل و نیازمند به روسیه بکنه، چیزی که بدون تردید در خط منافع ملی ایران نیست. خب ایران صحبت کردیم، روز به روز بیشتر درگیر جنگ سوریه میشه، بسیاری جنگ سوریه رو یک باطلاقی میدونن که خروج از اون بهای سنگینی داره. آیا جمهوری اسلامی ایران به نظر شما آمادگی پرداخت این چنین هزینه رو داره؟ این نگرانی رو باید واقعا جمهوری اسلامی داشته باشه، برای اینکه هر روز در باتلاق جنگ سوریه خودش رو درگیرتر میکنه. اون چی که جمهوری اسلامی تأمین میکنه پرداختن بخش مهمی از هزینه جنگ، این هزینه مقدار قابل ملاحظه ایش به جیب میره برای تأمین تسلیحاتی که برای ارتش صدام بشار اسد فرستاده میشه و برای تأمین بخشی از هزینه های عملیات نظامی روسا و بخش دیگرش موکول به تجهیز نیروهای پیاده است که جمهوری اسلامی حد اکثر قابلیتش رو در گروه اونها گذاشته. همین نحوه مشارکت جمهوری اسلامی هم نشون میده که قابلیت های جمهوری اسلامی واقعا در چه اندازه است. اگر جمهوری اسلامی فاقد یک نیروی، اگر دارای یک نیروی هوایی قادر به عملیات بود، خب چرا نباید الان در کنار هواپیماهای روسی هواپیماهای ایران هم در بندر لاذقیه، در حرب و غیره مستقر شده باشند و عملیاتی انجام بدن؟ اگر که به این میهمانی نظامی جمهوری اسلامی نمیره، دلیل نخواستنش نیست، دلیل نداشتنشه. در حقیقت به میهمانی نرفتن بیبی از بیچادری است. تنها قابلیتی که جمهوری اسلامی داره پرداخت هزینه اجیر کردن نظامی های افغانی و پاکستانی است و ارسال نمایندگان خودش از سپاه پاسداران برای هدایت کردن اونها. در حقیقت توپ رو روسا تامین میکنن، طعمه توپ رو جمهوری اسلامی، و این حد اکثر بضاعت نظامی است که جمهوری اسلامی داره و واقعیت دردناکی است برای ملاحظات امنیت ملی ایران که در گرو بی‌ملاحظاتی جمهوری اسلامی قرار گرفته و نسبت به اون غفلت زیادی شده. با سپاس فراوان از همراهیتون. روز به شما خوش. هفته که گذشت در اینجا به پایان میرسه. تا هفته آینده و برنامه دیگر، شاد و تندرست باشید.